شکر به این پرستش عالی که بعد از مدت‌ها تجربه کردیم. وقتی پرستشی در روح حقیقتاً انگار ارزش‌ها و شایستگی خدا یه جوری بر ما قرار می‌گیره، به خصوص اون وفاداری و امین بودنش. آمین. خیلی تو قلبمه که این سلام و سلامتی رو از زبان اشعیا نبی در باب 57 آیه 9 امروز روی کلیسا و روی عزیزانی که از طریق رسانه‌ها با ما هستم، ما رو در خانه های خودشون راه دادن، اعلام کنم که اشعیا نبی در باب 57 آیه 9 میگه خداوندی که ثمره لبها رو آفریده، میگه سلامتی، سلام و سلامتی، و عزیزانی که دور هستن الان با ما نیستن، و سلام و سلامتی و عزیزانی که اینجا داریم به عینه میبینیمشون، روی این نیمکت ها نشستن. آمین. و همینجور سلام و سلامتی بر مادران ایثارگر و فداکار سرزمینمون افغانستان و ایران. آمین. یه آمین داره. آمین که امروز مثل همیشه بعثهای تسلی خدا در زمین ناملایمات دلهای ما افشانده بشه. باشه که امروز عزیزان نه فقط مثل هر هفته نان مخفی، نان حیاتو از طریق پیامش دریافت میکنیم، و که در این روز مقدس از طریق این سفره برکت، از طریق این همسفره شدن با پدر، پسر، روح القدس، ما یه قوتی تازه بیابیم امروز تا بتونیم سفر روحانیمونو با همدیگه ادامه بدیم، تا سرانجام سر میز ضیافت، اون ضیافت آسمانی بنشینیم و از خوان الوان و نعمت خداوندمون بهره مند بشیم. باور میکنین که یه روزی یه همچی اتفاقی خواهد افتاد؟ و امروز ما فرصت داریم که قوت بیابیم تا به سفر زندگی خودمون، روحانی خودمون ادامه بدیم. اینطور گفته شده که گیاهی وجود داره یا بوته‌ای وجود داره به نام جوگن که به شکل وحشی در خیلی از منطقه های اروپا در حال گسترشه. این گیاه جوانه‌های سبز پررنگ خیلی قشنگی داره که در فصل بهار شکوفه های طلایی، گل های طلایی از اون سر برمیاره. گیاهشناسی در مورد این گیاه اینطور نوشته، گفته که وقتی که به این گیاه نگاه میکنیم در سرتاسر سال هیچ اثری از گلهای معطر و خوشبو و زیبا در این گیاه دیده نمیشه و به جاش پر از خارهای تیز و سخته، و اینطور به نظر میرسه که هر روز شرایط برای این گیاه سخت‌تر میشه، هر روز شرایط ناسازگارتر میشه به خاطر ازدیاد این خارها، به خاطر تیزی این خارها. به نظر میاد که اصلا یه همچیز غیر ممکنه که یه همچی گیاهای زیبایی از این خارها بیرون بزنه. اما عزیزان، اما یک روز از میان تمامی این خارها لکه های کوچیک قهوه‌ای دیده میشه، و چندی نمیگذره که از میان این لکه های قهوه‌ای شکوفه های طلایی و درخشان بیرون میاد. در زمانی که درست شرایط خیلی ناامید کننده است، در شرایطی که اصلا فکرشو نمی کنی، به نظر میاد که هیچ امیدی برای اینکه این گیاه، این بوته گیاه به رویانه دیده نمیشه، بارقه های حیات به طور خیلی معجزه‌واری در این گیاه آفریده میشه. نمیدونم امروز در چه شرایطی هستی خواهر و برادر عزیزم، مهمان عزیز و عزیزانی که با ما به وسیله این یوتیوب وصل هستین، امروز در چه شرایطی هستی؟ در کدوم گوشه ای از زندگی تو یه خاریه که اذیتت میکنه؟ هرچقدر دعا میکنی، هرچقدر با صبر منتظر خدایی، فکر میکنی که الان خدا جواب میده، وعده ها رو بلند میکنی، انگار شرایط نامساعدتر میشه، انگار که هیچ خبری از آسمون نیست. شاید مثل قوم اسرائیل که کلام خدا میگه در جای ساکن بودن که ساکنان اون زمین مثل خاری
در چشمای اونا بودن، در پهلوی اونا بودن. شاید دههایی می زندگی می کنیم، من خیلی اینو شنیدم که خیلی آزاردهنده است، با افرادی هستن هم جوار هستن که خیلی آزاردهنده است. شاید در همسایگی شما، محیط کار شما، در خانواده شما یه فردی که خیلی نزدیکه و اصلا نمیدونی چی کار کنی، فقط مثل یه خاره تر زندگی تو. شاید مثل پولس خاری در جسم داری، یه بیماری، یه بیماری مزمن که دیگه طاقت تو بریده. شاید یک ضعف داری، یک ضعف بدنی، یک خستگی مزمن. پزشکا میگن سندروم خستگی، که مثل یک سطل سوراخی هستی که یک دفعه تمام انرژی عاطفی و روحی تو از اون خارج میشه. شاید گاهن دچار یک افسردگی میشی که خودت نمیدونی باید چی کار کنی. عزیزان، مردان زنان خدا در کلام خدا خیلی با این مشکلات دست و پنجه نرم میکردن، با این خار و خاشاکا. شاید یه حس دردآلود کهنه است در عمیق‌ترین ناحیه وجودت، در عمیق‌ترین نقطه وجودت، که خیلی موقع‌ها بهترین نیت‌های قلب تو رو به تباهی میکشه و نمیدونی چی کارش کنی. شاید این خار مثل یک آرزوه که نه برآورده میشه نه از اون وجودت، قلبت دور میشه. خیلی سخته نیست؟ آدم برزخ رو احساس میکنه. شاید قلبت رو مجروحه، یک شکستگی در قلبت داری که سالیان سال داری حملش میکنی. به خصوص مادران عزیزمون چقدر آسیب پذیرن در این قسمت و شاید سالها این شکستگی در قلبشون رو دارن حمل میکنن. شاید این شرایط کنونی عزیزان، این شرایط، این بحران جهانی که هر روز داره محدودتر میشه، مثل یک خار داره ما رو واقعا تحت فشار قرار میده. مشارکت شیرین، اون شادی، اون آزادی رو از ما سلب کرده. چه افرادی هستن که رویاهایی دارن برای خدمات خودشون، برای کار خودشون، واقعا دیگه کلافه شدن. میخوام بگم همگی ما عزیزان به خاطر طبیعت انسانی، به خاطر اینکه در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، به خاطر اینکه به اون رستگاری نهایی هنوز نرسیدیم، با خارهای کم و بیش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. همه ما عزیزان به خاطر آنچه که قبلن بودیم، اون داستانهای جور و جوری که در زندگیمون بوده، به خاطر آنچه که خواهیم شد، اون رهایی پر جلال، اون به دست آوردن اون تاج جلال، در این وسط یک زمانیه که در حال تنشیم. باور میکنین؟ در حال تحمل کردن نیش این خارهای زیاد که اصلا گاهن نمیتونی به نزدیکترین کست بگی. وقتی در کلام خدا جستجو میکنم، گفتم ای خداوند، بعد از عیسی مسیح چه کسی همدرد میتونیم به عنوان یک انسان این مسائل ما باشه؟ با چه کسی میتونیم امروز خودمونو در اون داستان او پیدا کنیم؟ میخوان کمر دلهای خودمونو، ذهنهای خودمونو ببندیم؟ به 626 سال قبل از میلاد مسیح یه سفری بکنیم. آماده هستین؟ هیچ کس رو مثل ارمیای نبی عزیزان پیدا نکردم. ارمیا حدود نیم قرن به علت وفاداری در اعلان کلام خدا دائما مورد اذیت و آزار قرار میگه، مورد نفرت و حقیر شمردن از طریق قوم خدا و حتی کاهنان خدا قرار میگه. چرا که سقوط اورشلیم رو نبوت میکرد، چرا که اسارت 70 ساله قوم رو دائما اعلام میکرد. ارمیا در ناآرامترین زمان در عهد عتیق زندگی کرد و خدمت کرد حدود نیم قرن. خدمت او درست برعکس سرور انبیا اشعیا بود که چه مکاشفات پر جلالی از هیبت و شکوه خدا میگره. یادتونه باب 6 اشعیا 7 چشمه از جلال خدا رو دید و چه ارج و قربی بین قوم پیدا کرد. اون مثل حزقیال نبود
که چطور مکاشفات پر تب و تاب و پیچیده‌ای دریافت کنه که تمامی قوم انگوش به دهن بمونن. هنوز هم ما وقتی باب یک رو میخونیم واقعا پر از تعجب میشیم. دعوت ارمیا عزیزان به لحاظ سادگی کاملا با تمام انبیا منحصر به فرد بود و جدا بود، ولی انقدر با مخالفت دشمنان، آزار و اذیت دشمنان روبرو شد که شهید شدن برای او مثل رستگاری و آسودگی بود. به خاطر سنگدلی قوم، به خاطر کری و کوری قوم که پیام‌های خدا رو نمی‌شنیدن، نادیده می‌گرفتن، غم و اندوهی جانگداز مثل خار و خاشاک جان او رو، روح او رو زخمی می‌کرد. به طوری که در باب 20 ارمیا فکر کنم آیه 11 است، میگه روز تولد خودشون نفرین کرد، ملعون باد روزی که من به دنیا اومدم، ملعون باد مردی که، حتی اون شخصی که مژدگانی به پدر من داد که برای تو مولود نرینه زاییده شده، مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید. میدونی چه دردی ممکنه یک نفر کشیده باشه؟ چرا ای خدا من رو در رحم نکشتی؟ چرا رحم مادرم قبر من نشد که این همه شرم، حقارت، درد رو تحمل کنم؟ وقتی در کلام خدا نگاه میکنی و میخوای بیشتر ارمیا رو بشناسی، هیچ جایی مثل مراسی ارمیا که نوحه‌گری کرده، مرثیه‌های غم‌انگیزی گفته، گویای بارز خارهای گوناگون ناامیدی، طرد شدگی، کابوس‌های طولانی از درد و رنج قوم برای اون نبود. تا در نهایت از اون، در خلاصه بگم، در نهایت بابلی‌ها شهر خدا رو خراب می‌کنن، معبد خدا رو می‌سوزونن و او در شرایط خیلی اسفناکی از شهر فرار می‌کنه، از شهر سوخته و از قوم محبوب خودش دور میشه و از یه جای دور با درد این شهر خدا رو و قومش رو نگاه میکنه. در باب یک مراسی آیه 16 از جاری شدن اشکای بی‌محابای ارمیا داره سخن میگه. او گریه نمیکنه برای اینکه خودش چه دردهایی رو کشته. عزیزان، او اندوه الهی، درد الهی رو در قلب خودش داشت. او در مقام یک خادم امین و برگزیده از اینکه میدید چه بلایی داره بر سر شهر خدا میاد، از عشقی که به ملتش داد داشت فغان خودشو بلند کرد. آیه یک، باب یک آیه 16 میگه از چشمان من اشک جاریه، زیرا تسلی کننده و تازه کننده جانم از من دور شده، پسرانم هلاک شدن، مذبح مقدس مکروه شده، خداوند مقدس خود رو ترک کرده و دیوار قصرهایش را به دشمنان تسلیم کرده. و انگار این انبوه، این خارهای ناامیدی انقدر به او فشار میاره، انگار که هیچ تسلی دهنده ای نبوده. کم کم میبینیم تو این مراسی ارمیا یقه خدا رو میگیره، انگشت اتهامش رو به طرف خدا دراز میکنه. تا حالا شده یقه خدا رو بگیرین عزیزان؟ من که خیلی. و در باب 3 مراسی ارمیا میگه من اون مردم که از غضب خدا مذلت رو دیدم. او من رو رهبری کرد به جای اینکه به روشنایی بیاره، به تاریکی آورد. او هست که منو منحرف کرد، به ضد من بنا کرد، منو از تلخی پر کرد. این خدا بود که سلامتی رو از من دور کرد، منی که وفادار براش ایستاده بودم و سعادتمندی رو در زندگی ندیدم. میتونین از طریق این آیات عزیزان واقعا لحظاتی که درد دارین و هیچ تسلی تصور کنین ارمیا چطور زیر بار این خارهای ناامیدی، تلخی، طرد شدگی، شرم، افسردگی داره دست و پا میزنه. آیا تا حالا تجربه کردی عزیز جان؟ آیا تا حالا در تقاطعی از زندگیت قرار گرفتی؟ همه ما قرار گرفتیم، نیست؟ خدا دردهای ما رو خار نمیشماره.
شاید دردهای ما مثل همدیگه نباشه، ولی در زمانهایی بوده که مثل ارمیا این وضع و حالمون بوده. و یک دفعه عزیزان ناگاه در یک طرفت العینی عزیزان، از میان همه اون خار و خاشاک ها، اون لکه های قهوه‌ای که بر روی اون گیاه جوگن دیده شد، بر روی اون خارها دیده شد، سر باز میکنه. نمیدونم چطوری، کلام هیچ توضیحی نداده، ولی کم و بیش خود من تجربه کردم و خیلی هاتون تجربه کردین. انگار در اون لحظه که جان او داره منحنی و خم میشه، یک دفعه حضور نامرئی خدا او رو در بر میگیره. تو آیه 20 میگه البته تو به یاد خواهی آورد. چی شد عزیزان؟ تو به یاد خواهی آورد زیرا که جان من در من منحنی شد و من اینو در دل خودم نگه میدارم، از این سبب بر تو امیدوار هستم. چقدر لحظه شیرینیه نیست؟ که در پس تمام اون تنهایی احساس کنی پشت صحنه های زندگی او فعال بوده، او داره میبینه، او حس میکنه، او درک میکنه عزیزان تمام اون لحظات. و برای همین دیگه در دل خودم همین حسی که دارم نگه میدارم، سفت نگهش میدارم. برای همین من امیدوار هستم. در آنی عزیزان وقتی که این اعلان مثبت رو میکنه، انگار اون لکه های قهوه‌ای هم سر باز میزنه، از شکوفه های حیات، شکوفه های زندگی رخ مینمایه، از رفعت های خداوند است اوج میگیره عزیزان. پرستش و رفعت های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت های او بی زوال است و هر صبح تازه میشه. امانت او بسیار است و جان من میگوید که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوارم. اصلا چه احساس شیرینیه. اگه الان تلف نشدم، اگه الان اینجا ایستادم، حتی اگه دارم صادقانه دردامو به خدا میگم، ارمیا این حسشه. به خاطر اینه که حتی همینم که تلف نشدم، در میان این قوم، در میان این همه خار و خاشاک، رحمت او بوده، امانتهای او بوده. عزیزان چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ انگار یه حضور نامرئی، یک حضور فراطبیعی، مثل یک صاعقه بر او برخورد کرد. به نظر میاد که انگار خدا که صبح پیدایش گفت روشنایی بشود، همه چی که توهی و خالی بود باید آفریده میشد، فقط با یک صاعقه، با یک کلام زنده، جان و حیات تو ارمیا وارد شد. شایدم، من نمیدونم، انگار این آفریننده جانش که منتظرش بود، این تازه کننده روح و جانش، مثل قطره شبنم هر روح و جان، این مغز خسته و فرسوده او قرار گرفت و حیات و شفا و آزادی رو به ارمغان آورد. انگار از میان همه اون خار و خاشاک های صلیب های متعدد، عزیزان حضور هستی بخش خدا شکوفه های رستاخیز و قیام رو بر ارمیای ما، این نبی گریان ما دمیده، و اون بارقه های حیات، امید، اون گل های درخشان در او سرباز میشه. باور کنین این خدای ما اینطور خداست و اینقدر امین و وفاداره و اون در او حضور شیرین و شفابخش. از اولین شناختی که پیدا میکنه وفاداری خداست، محبت خداست، امانت داری خداست. امانت یه واژه‌ای که ریشه عبری اون از امان میاد، از آمین میاد. وقتی میگین آمین یعنی بشود. وقتی الان مثلا من دارم کلامو میگم میگین آمین یعنی بشود، یعنی خدا میگه بشود. و در مغز هسته مرکزی آیه یعنی خدایی که امینه، خدایی که احیا میکنه، خدایی که حمایت میکنه، خدایی که بر میخیزانه. عزیزان این مکاشفه رو ارمیا به دست میاره که وفاداری و امین بودن خدا هیچ ربطی به من و تو نداره، که چقدر ناامن هستیم،
چقدر احساسای ما جهشی بالا پایین میشه. هیچ ربطی نداره. او امین و وفاداره عزیزان. و در این امین بودن که یکی از خصوصیت ذات خداست، تغییر ناپذیره. این چقدر حس عالی عزیزان میتونه به ما بده. تبدیل ناپذیره. وفاداری او دست روش نمیشه گذاشت که بگی الان من مثل ارمیا داد و فغان بالا آوردم، وعده های خدا رو زیر سوال بردم. حتی اگه ایمان تو شکسته بشه، حتی اگه وعده های خدا در زندگی تو شکسته بشه، اگه ایمان تو فلج بشه، حتی اگه ایمان تو از دست بدی، عزیزان این جواب کسایی که فکر میکنن اگه نجاتشون از دست میدن. خداوند وفادار و امینه، چون در دوم تیموتائوس 2:13 میگه حتی اگه بی ایمان شویم، عزیزان هیچ ربطی به من تو نداره، خدا امین میماند زیرا خودشو نمیتونه انکار کنه. عزیزان فقط یک کمی شناخته این خدای امین و وفادار در میان هر خار و خاشاکی چقدر به ما حس امنیت میده، چقدر ترسایی ما رو میتونه دور کنه، مخصوصا در این دنیای کنونی که زندگی میکنیم. عزیزان کم و بیش انگار شبیه دنیای ارمیاس، پایه های اخلاقی فرو ریخته، وفاداری چقدر سست شده، ناامنی و بیعتمادی در نزدیکترین رابطه ها داره رخنه میکنه. حتی وقتی به عالم هستی نگاه میکنی همه چیز در حال گردش تبدیل چرخشه. جامعه به طور خیلی عجیبی داره تبدیل میشه، سیر نزولی رو سیر میکنه. از یه طرف تکنولوژی و حمل و نقل داره تبدیل میشه، به طور جهشی سیر صعودی رو. اصلا نمیدونی فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچی میخوای یاد بگیری، مخصوصا برای کسایی که مثل من کندن در تکنولوژی، و میبینی همه چی عقب افتادی. مردم حتی در کلیساها از وفاداری و ایستادن برای حق و حقیقت و راستی خسته میشن. ولش کن، خسته شدیم از این همه تنشا، بریم دنبال خدمت خودمون، زندگی خودمون. نیز حرفای قشنگ خیلی زیاده، پرتمطراق و روحانی، ولی چقدر پوچ، چقدر تو خالی. یه شخصی که عمیق‌ترین این ناامنی رو در افراد، در نزدیکانش دیده بود، در لحظه آخر مرگش یه نامه نوشته بود که من به عنوان یادگاری دارم. میگفت آدم به تفنگایی فکر میکنه که پر و آماده شلیکه، ولی به وقت خطر میبینی که خالی بوده. نه فقط خالی بوده، بلکه پلاستیکی بوده. خدا رو شکر که ما در کلیسا زندگی میکنیم عزیزان، در دنیای ناامن نیستیم. و چقدر این وفاداری و امنیت رو تجربه میکنیم از هم دیگه. به خصوص پاستور من تو این 3 ماه واقعا لبریز شدیم از وفاداری شما، از محبت شما، از دلگرمی های شما، از پشتیبانی های شما در دعا. ولی دنیای ما اینه عزیزان، پر از بی‌ثباتی، پر از تغییر، تبدیل، و مثل خارها بی‌اعتمادی و شادی رو از ما میگیره، امید و سلامتی رو از ما میدوزه عزیزان. اما در پس تمام این خار و خاشاک‌ها خداست که برای کلیسای خودش ابتکار عمل رو در دستاش میگیره و حضور پرقدرت خودشو به طور غیر قابل توضیح، نمیدونم چطوری، آشکار میکنه. اما مخفیگاه میاد بیرون، خودشو برملا میکنه. به قول پاستور یک کلمه قشنگی رو تازگیاهی میگه، خودشو افشا میکنه عزیزان. و تو میفهمی تنها خداست که وفاداره و امینه. میتونی تمام وزنه خودتو رو اون بندازی. کتاب یعقوب باب 1:17 میگه هر بخشندگی نیکو، هر بخشش کامل از بالاست و نازل میشه پدر نورها. از این مکاشفه، این ملاقات، این افشاگری خدا به زور تلاشای انسانی ما نیست روزه بکنیم دعا بکنیم، بلکه این خداست که خودشو افشا میکنه. از بالا نازل میشه عزیزان، از پدر نورها، از خالق نورها، از خالق ماه و ستارگان خورشید، که نزد او چی؟ هیچ تبدیل، سایه و گردشی وجود نداره عزیزان.
مثل ما انسان ها در که در ماهیت خودمون طبیعی هم تبدیل میشیم نمیشه. اون مثل عالم هستی در حال گردش نیست. خودش در ملاکی میگه من یهوه هستم که تبدیل نمیپذیرم. همطور در عبرانیان باب 13 عیسی مسیح خداوند دیروز امروز تا ابدالآباد همان است. عزیزان این وفاداری و امین بودن خدای تغییر ناپذیر که وقتی پی میبری میفهمی چقدر امنیت پیدا میکنی. این وفاداری خداست که من و تو رو در هر شرایطی و این جهانی که اینجوری داره تکون میخوره و میلرزه ولی باز هم نگه داشته. وفاداری خداست عزیزان که این جهان از سرگردونی داره نجات میده. وگرنه اگه اون نبود تمام سیارات از مدار خودشون خارج میشدن اگه خدا امین نبود. لنگ میزد همه چی. و شناخت این خدای امین و وفادار عزیزان از بالا نازل میشه. یه چیز نظری نیست، انتقالی نیست، نصیحت و وصیت نیست که ما انسان‌ها به هم بگیم. از بالا نازل میشه. وقتی در مکتب‌های مصیبت مثل ارمیا ایستادگی میکنی، جایزه فارغ التحصیلی تو عزیزان شناخت خدای امینه. نمیگم مثل سوپرمن در سختی ها اینجوری بیستی، نه، با تمام ضعفات، با تمام ایمانهایی که واقعا بارها شده مانه من هیچ چیزی در خودم ندیدم، فقط میفهمی خدا امینه. و این شناخت عزیزان، این شناخت اندکی از این فضیلت نیکو رو به تو منتقل میکنه و تو تبدیل به یه خادم امین و وفادار مثل موسی میشی. نیست؟ چقدر زیباست. اعداد باب 12 آیه 7 میگه اما خادم من موسی چنین نیست، یعنی ناپایدار و بی‌ثبات نیست. او در تمامی خانه من امین است. با او روبرو صحبت میکنم، در رمسا انتقالی با میتینگ ها صحبت نمیکنم، با او روبرو و آشکار صحبت میکنم. اصلا چقدر زیباست. من حاضرم خیلی چیزا رو از دست بدم خدا در مورد من اینو بگه که من انقدر امینم که خدا روبرو با من صحبت میکنه. هر کدوم ما عزیزان وقتی در اون اتمسفر غنی و حضور خدا که پر از شفاست، احیاست، قرار میگیریم، در تمامی اون خارهای آزاردهنده که رو ما هجوم میاره، از میان همه اونا مثل اون گیاه قد علم میکنیم. عزیزان حتی اگه خادم نباشی، یه عضو باشی، انقدر اشتیاق در دلت قرار میگیره که استوارتر، محکمتر و امینتر برای خدا بایستی در هر وضعیتی. وقتی بارش رحمت خدا و مهربانی خدا، اون حضور فراطبیعی خدا مثل آبشاری بر تو قرار میگیره، دیگه انگار همه چی، اون چیزایی که آویزونش بودی نیست، براش حرص جوش میخوردی، رنگ میوازه. دیگه مهم نیست چه اتفاقی افتاده، دیگه مهم نیست چه بلاهایی سرم اومده، دیگه مهم نیست چیزایی که آویزونش میشدم. باید بگم مثل انگار یه وقتی این روشنگری پیدا میکنی، احساس میکنی اون جیغ و دادهایی که میکشیدی مثل یک کودک بودی که یه آب نبا چوبی رو ازت میگرفتن. یعنی شناخت خدا یه جور قامت روحانی تو رو بلندتر میکنه عزیزان. آمین که کلیسای خداوند در این زمانها تجربه کنه و تو میفهمی که خدا در تمامی لحظات با تو بوده، چون که خودش گفته در عبرانیان باب 13 آیه 5 میگه تو را هرگز رها نمی کنم، تو را ترک نخواهم کرد. بنابراین من و تو با دلیری در هر شرایطی میتونیم بگیم خداوند مدد کننده من است. آمین. میتونی بگی خداوند مدد کننده من است، در هیچ شرایطی ترسان نخواهم شد، انسان به من چه تواند کرد. خارها، خاشاکهایی که خیلی طبیعیه در زندگی روحانی ما، خدا اجازه میده، به من چه تواند کرد عزیزان. و نتیجه این شناخت حمد و پرستش خدا میشه و ترویج این حمد و پرستش. مثل ارمیا، رفعتهای خداست که تلف نشدیم، امانتهای چه بسیاره، هر روز تازه میشه.
و همینطور مثل مزمور نویس ها حقیقتا در دلت خودت هر روز بلند میشی رحمت های خدا رو خواهم سرایی، عجایب او رو اعلام خواهم کرد، امانت های او رو به دهان خودم فریاد خواهم زد، دهان به دهان، نسل به نسل این وفاداری و امین بودنی که تجربه کردم اعلام خواهم کرد، چون وفاداری او تا ابدالآباد پایدار است، تا افلاک آسمان پایدار است. عزیزان، مثل داوود تو مزمور 92، چند وقت من دارم این خیلی عمیق تجربه میکنم، میگه صبحگاهان رحمت خدا رو اعلام میکنم، نمیدونم امروز چی پیش میاد ولی میدونم رحمت خدا با منه، رحمت خدا رو اعلام میکنم، و شامگاهان امانتهای او رو. شب که میخوام بخوابم این یه بهانه خیلی عالیه برای دعای ما نیست، وصل شدم با آسمان. خدا تو روز چقدر امین بوده، از چه مسیرهای من عبور داده. خدای شکره. پس مثل داوود هر روز صبح قبض ها میاد، نامه های پناهندگی میاد، جفاها میاد، رحمت های تو رو اعلام میکنم با شکرگزاری. عزیزان چقدر زیباست. اگه امروز در شرایطی هستی که وعده ها و رویه های خدا در زندگی تو شکسته شده، اگه وعده های عظیم خدا تبدیل به سرخوردگی های عظیم شده در زندگی تو، اگه تناب های اعتماد تو از خدا و انسان ها گسیخته شده، عزیزان اگه حرمت شاهانه این شاه شاهان عیسی به خاطر این خارها در زندگی تو رنگ باخته، اگه به وسیله این فشارها و تجربیات پرستش‌های ما گاهن حقیرانه میشه، این شعله عشق نخستین ما مثل فتیله نیمه سوز داره خاموش میشه، اگه در این شرایط هستی عزیزان، اگه در دعای خودت هیچ نشانه و علاجی و بیرون زدن شکوفه‌های زیبا و معطر رو نمیبینی عزیزان، اگه در قلب خود جراحت داری، مخصوصا عزیزان به خصوص مادرها که گفتم آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چه خار و خاشاکایی رو سالیان سال دارن تحمل میکنن و هنوز شفا نیافتن. سه مادر اقلا در کلیسای خودمون میشناسم که فرزند خودشون رو از دست دادن. عزیزان از دست دادن فرزند چه خاری رو در قلب مادر میاره. گاهن فرزنداشون رو بعضی هم مادر رو از دست نمیدن، خیلی از بدتر از دست دادنه، با یه بیماری ناهنجار، با عوض شدن ماهیت روحی و جسمی او احساس میکنی سالیان سال بچه تو از دست دادی، و خیلی خاطرات، خیلی چیزها میتونه مادران رو رنجیده کنه. خدا رو شکر برای ارمیای دلسوز ما، این نبی دلسوز ما که تو این قسمت هم نه فقط میگه پسران قوم من، بلکه به فکر دختران قومش هم هست، چون تمام ارمیا رو نگاه میکنی که مادرها چقدر برای از دست دادن بچه هاشون درد کشیدن. ارمیا در باب 8 آیه 21 میگه به سبب جراحت دختر قوم خودم مجروح شدم، داره دلم درد میکشه. آیا بلسان در جلجاد نبود؟ آیا طبیب حاذقی نه؟ پس چرا دختر قوم من هنوز شفا نیافته؟ و امروز خدا رو شکر میکنیم. بلسان سمبول روح القدسه و جلعاد سمبول کلیساست، هم روح القدس در کلیسای خداوند هست عزیزان، هم طبیب حاذق ما عیسی مسیح خداوند که امروز قادره به خصوص مادران دلشکسته ما رو به طور خاصی شفا بده. آمین. اگه خارهایی در بدنتونه، در جسمتونه، امروز اعلام میکنم شفای الهی رو عزیزان، امروز نبوت میکنم که خداوند به طور خاص حتی کسایی که دورن از ما، کسایی که اینجا هستن، کسایی که زمانهای بعد این پیامو خواهند شنید، خداوند به زخمهای خودش امروز عزیزانم رو شفا خواهد داد. باور میکنی ضامن این نبوت چیه عزیزان؟ این سفره مقدس، این سفره برکت، صلیب عیسی مسیح خداوند ضامن
شفای دردهای ماست. او روی صلیب خار شد، تاج خار بر سرش قرار گرفت، تا امروز تو تاج شادی، شفا، تاج حیات، تاج عدالت و تاج جلال بر سر تو گذاشته بشه. و در هر شرایطی عزیزان میخوام با ایمان به تو بگم که خدای ما شبان نیکوست و او تمام خارهای تو رو عزیزان، تمام رنجهای تو رو قادر به جلال تبدیل کنه. زیرا اون خار و خاشاکایی که تو داری باش دست و پنجه نرم کنی، توسط دستان پرمهر خدا طراحی شده. باور میکنی که خدا طراحی کرده؟ چون همه چیز از طرف اوست، به واسطه اوست، تا او در همه چیز جلال بیابه. خود ارمیا میگه کیست که بگوید یا واقع شود؟ اگر خداوند امر نفرموده باشد، آیا سختی ها و شادی ها از خدا نمیاد؟ پس چرا انسان شکفه کنه؟ به قول بردن نور عزیز که هفته پیش گفت، چرا انسان وای وای کنه؟ هرچند اعتراف من اینه که وقتی خارها تیزتر میشه، من از همه تون بیشتر وای وایم بالا میره، جیغ و دادم بالا میره. پس بیایم عزیزان امروز روح القدس رو دعوت کنیم، باور کنیم در این سفره مقدس خداوند شفا دهنده نیکو ماست. بذاریم به خاطر این شفایی که میده، به خاطر این رستگاری و رهایی آزادی که برای تک تک ما اعلام میکنه، عیسی مسیح رو تسبیح بخوانیم. آمین. ارمیا بازم عبرانیان باب 13 آیه 15 آیه خیلی قشنگه، میگه به وسیله عیسی مسیح قربانی تسبیح رو به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهای ما که به اسم او معترفه. عزیزان چی داره این آیه میگه؟ میگه حتی قربانی شکرگزاری از قربانی های عهد عتیق خیلی ارجحتره. چون عهد عتیق وقتی قربانی میدادن یه چیزی میخواستن بگیرن. چی میگرفتن؟ عفو و بخشایش. ولی ما وقتی شکرگزاری میکنیم عزیزان، انگار فقط قلب خودمون رو در حضور خدا، بدون اینکه چیزی رو دریافت کنیم، بدون اینکه انتظار، چون همه چیز روی صلیب به ما داده شده، فقط ما شکرگزاری میکنیم. میگه به نام مسیح معترفه، یک نوع قربانی وفاداریه. یعنی در همه وضعیت‌های زندگیت او خداوند زندگی توه. در باستاب این وفاداری خدا، عبرانیان میگه وفاداری خودتو با قربانی تسبیح که ثمره لب‌های توی که به نام مسیح معترفه به خدا تقدیم کن. او شایسته است عزیزان، نیست؟ حاضرین که با هم خداوند خودمونو حمد و تسبیح بگیم؟ ولی قبل از این که بخوایم تسبیح خداوند رو، شکرگزاری خداوند رو که ثمره لب‌های ماست به نام عیسی مسیح به او تقدیم کنیم، میخوایم با هم دیگه دعا کنیم عزیزان. در آخر پاستور کلیسا به طور خاص برای مادران و برای زنان بانوان عزیز کلیسامون دعا خواهند کرد. ولی امروز میخوایم با هم دیگه عزیزان، با هم دیگه گفتم اینجا خداوند عزیز دردونه نداره که من دعا کنم و شماها فقط دریافت کنین. همه ما، حتی اگه ایماندار یک ماهه هستی، همون اقتدار رو در نام عیسی مسیح داری. آمین. پس ما با هم دیگه مثل یک بدن بلند میشیم و دعا میکنیم که بعد از این دعا با ایمان عزیزان باور کنین که شما شاخه ها هستین و عیسی مسیح تاک حقیقیه. و همین که ایستادیم با ایمان، از این تاک حیات و ذات الهی به شما روز تولد تازه منتقل شده. فقط امروز با این برخواستنتون این اقتدار رو خواهی یافت که در نام مسیح درهای آسمان رو روی زندگیمون باز کنیم. آمین. چشمای خودمون رو میبندیم. ای خداوند عزیز، ای حمل کننده بارهای ما، نام عظیم تو رو بلند میکنم. ای شفا دهنده زخمای ما، ای مرمت کننده اندوها و آسیبهای ما، ای بردارنده لعنتهای زندگی ما، اون خارهای زندگی ما که مثل لعنت حتی از گذشتگان بر ما اومده، میخوایم نام تو رو بلند کنیم. ای پشتیبان کلیسا،
اسم عظیم تو رو بلند میکنیم، ای قهرمان نجات ما، ای خدای عالی، ای سر کلیسا، ای قانون گذار کلیسا، نام عظیم تو رو بلند میکنیم، ای خداوند حیات ما، اعلام میکنیم که به زخمای تو ما شفا یافتیم، اعلام میکنیم که تو مثل یه جوانه زیبا بر زمین خشک گناه ما رویدی، تا امروز به خاطر زخمای تو، به خاطر خار شدن تو، ما امروز در برکت زندگی کنیم. تو مشمئز کننده شدی، تو مرتود شدی نزد انسانها، تا امروز ما این پذیرفته شدن رو از طریق صلیب تو، قیام پرشکوه تو امروز دریافت کنیم در نام عیسی مسیح. امروز اعلام میکنیم به خاطر کار تو در صلیب، در جلجتا و همجور قیام تو، ما در منطقه نصرت یافتگان، در حیطه غلبه یافتگان، در حیطه پیروزمندان قرار گرفتیم. خداوند دعا میکنم که چشمای دل ما رو باز کنی، هر جایی که ضعف قوت جاری شه، هر جایی که خداوند چشمای ما نمیبینه مقام رفیع خودمونو، که قادر نیستیم این برکت، این شفای آزادی رو دریافت کنیم، روشنایی بشه، تا امروز با همدیگه به خاطر خدایی که به خاطر ضعفهای ما، به خاطر خارهای ما روی صلیب رفت، امروز او رو در قدوسیت، در زینت قدوسیت بپرستیم. آمین. او رو که قدوس کلیساست، نامش رو بلند کنیم و برافرازیم، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسای خداوند آمین و آمین.